روز گذشته دوشنبه 25 اردیبهشت پاسدار رادان که به کردستان رفته بود طی سخنانی گفت که کردستان یکی از امن‌ترین نقاط ایران است. ارجوی خانم افسانه رحیمی کادر بخش تبلیغات سازمان خبات کردستان ایران در مورد صحبت‌های این سرکرده نیروی انتظامی رو بشنویم و اینکه اساساً چرا پاسدار رادان به کردستان سفر کرده و این اظهارات بیانگر چیه؟ با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم ایران آزادی. بدیهی است که کردستان ایران همیشه کارزار مبارزاتی و شورش بر علیه سیستم پادشاهی و رژیم ضد مردمی آخوندی بوده است. مردم کردستان همیشه در برابر هر گونه ستم و زورگویی ایستاده اند و دشمنان مردم ایران و کردستان هم به خوبی می دانند که رژیم از طریق مزدوران و خودفروشان تلاش های متعددی انجام داده که این منطقه را آرام نشان داده و این گونه بنماید که کرد و کردستان با این رژیم منحوس مشکلی ندارند. این نیرنگ ها و شارلاتانیزم آخوندی برای مردم کردستان تازگی ندارد. مردم کردستان از همان بد به قدرت رسیدن این حکومت مخالفت خود را با آن از آن داشته و حاضر نشده اند که ظلم این حکومت را قبول کنند. به همین علت نیز این حکومت دجال در ویران کردن کردستان و کشتن مردم بیگناه دریغ نکرده و این منطقه را که فریبکارانه آرام نام میبرند همیشه از جانب حکومت ملیتاریزه کرده و جنگ و درگیری های متعددی را به خود دیده است و گورستان فاشیستان شده است. نیروهای قهرمان پیشمرگ اکنون نیز در کردستان بر علیه این استثمارگران در مبارزه هستند. اهالی کردستان ایران شهرها و روستاها و خیابانها را به میدان جنگ بدل کرده و هر روز این مناطق در شورش و قیام هستند. حال مسئله این است که اگر کردستان منطقه آرامی است، پس چرا حتی با وجود ملیتاریزه شدن کردستان هر روز درگیری میان مزدوران رژیم و آزادی خواهان برقرار بوده و خانه مزدوران و خودفروشان توسط این آزادی خواهان به آتش کشیده می شود. در جریان قیام ژینا این حقیقت به خوبی برای همه مبرهن گردید که کردستان مرکز قیام و شورش بوده و همه مردم ایران نیز حامی واقعی قیام کنندگان کردستان بوده و این شورش سراسر کردستان و ایران را در خود فرا گرفت. این حکومت همیشه از کردها و مردم کردستان واهمه دارد، چرا که این حکومت هر روز مردم را کشته و به بند می کشد. کولبر، کارگر و کشاورزان را می کشد. اما مردم کردستان هرگز از قیام دست بر نداشته و تا فروپاشی این حکومت استوار می مانند. آنها مادران داغدیده کردستان را می بینند که بر مزار فرزندان شهید راه آزادی و رستگاری از دست ظالم و ستمگر رقص عزا می کنند. به همین دلایل نیز بسیار مبرهن است که این ادعاهای مزدوران و جلادان رژیم هیچ سندیتی نداشته و نشانگر ترس حکومت است. هرگز کردستان نه تنها برای آخوندها و دشمنان دیگرش پناهگاهی امن نبوده، بلکه کردستان همیشه سنگر آزادی خواهان و قیام کنندگان بوده و خواهد ماند. با تشکر از خانم افسانه رحیمی، کادر بخش تبلیغات سازمان خبات کردستان ایران.